سلام سلام دوستان عزیزم، همراهان گرامی، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. ایام به کامتون باشه، تعطیلات حسابی بهتون خوش گذشته باشه. امروز با آموزش سوسیس بندری در خدمت شما عزیزان هستم. یک غذای خوشمزه، لذیذ، تند و تیز جنوبی. قبل از اینکه آموزش رو شروع بکنیم، ممنون از لایک هاتون بزنید، خلاصه اون لایک زیباتون رو سابسکرایب بفرمایید، حتما سیو و کامنت فراموش نشه. میریم که با هم دیگه مواد اولیه این غذای خوشمزه رو با هم دیگه مرور کنیم. اینجا 3 عدد سوسیس هات داگ دارم، نگینی به این صورت خرد شده، یه مقدار پیاز داغ دارم، 3 عدد سیب زمینی بزرگ رو هم به صورت نگینی خرد کردم و نمک، فلفل برای این غذا خیلی ضروری هستش، مخصوصا فلفل. در ابتدای کار من یه مقدار روغن رو توی مایتابه ریختم. وقتی که داغ شد، سیب زمینی های نگینیم رو توی این روغنم تفت میدم و وقتی که کار تفت دادنم تموم شد، سیب زمینی ها رو از توی مایتابم در میارم، کنار میذارم و مراحل بعدی رو با هم دیگه خواهیم داشت. عزیزای دل، همطور که میبینید سیب زمینی های من حسابی سرخ شده. تو این مرحله من یه مقدار به سیب زمینی هم نمک اضافه میکنم. و سیب زمینی هم از تابه خارج میکنم که برم سراغ مرحله بعدی. به هیچ وجه عزیزان نمیخوایم که تمام مواد رو با هم در ابتدا مخلوط کنیم که حالت خمیری شکل پیدا بکنه، یعنی سیب زمینی همون حالت خمیری داشته باشه. حالا نوبت سرخ کردن سوسیس همون هستش. یه مقدار روغن خیلی کم ریختم توی مایتابم و سوسیس ها رو اضافه میکنم. همونطور که میبینید سوسیس هم خوب تفت خورده شده، این صورت این رنگ زیبا در اومده. اینجا من توی این مرحله یه مقدار از پیاز داغم رو به سوسیس اضافه میکنم. توی این مرحله من یه مقدار رب گوجه فرنگی اضافه میکنم، خیلی زیاد نه، و سوسیس و پیاز داغم رو با این رب یه تفت میدم. یه مقدار فلفل سیاه، دیگه اسم این غذا روشه، بندری، باید حسابی تون باشه. دیگه نمک اضافه نمی کنم چون سوسیس خودش شوری داره و من همطور که دیدیم در آخر سرخ کردن سیب زمینی ها یه مقدار بهش نمک زدم و یه مقدار فلفل قرمز. خیلی تنده، باز بستگی به ذائقتون مقدارش رو میتونین کم و زیاد کنید. این الان که مرحله خیلی خوبه، خیلی قشنگ سرخ شد، حالا دیگه وقتشه که سیب زمینی رو بهش اضافه کنم. خوب این موادم رو با هم مخلوط میکنم که تمام عطر و طعم سوسیس به خورد سیب زمینی بره، پیاز داغم همینطور. یه دو سه تا تفت کوچولو که خورد دیگه زیرش رو خاموش میکنیم و تمام. به همین راحتی سوسیس بندری اصل جنوبی ما آماده شد. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین.
این غذای خوشمزه رو حتما توی منزل درست کنید. نوشه جانتون باشه. از همراهی همگی شما عزیزان سپاسگزارم. تا ویدیوی بعدی، خدا یار و نگهدارتون.